سلام به دوستان عزیز سلام به همه بینندگان محترم تلویزیون من دو برنامه راجع به آغاز فرهنگ و تمدن جدید ایران یعنی بعد از ساسانیان رو آغاز کردم به گفتن و شرط دادن خیلی خیلی به اختصار هدفم این بود که یک قضاوتی در بین ما ایرانی ها وجود داره مبنی بر اینکه با آمدن عرب به ایران و اسلام به ایران ما همه هستی و نیستی اون از دست دادیم و به راه کج افتادیم و نابود شدیم و چه و چه حالا که با مطالعه دقیق تر تاریخ و با مطالعه همه جانبه تاریخ ما به عکس این موضوع می رسیم به این معنی که با آمدن اسلام درسته که ایران خداش هم عوض شد دینش عوض شد امپراتوریش از بین رفت اما ماده های اصلی فرهنگ ایران که عبارت بود از یک زبان فارسی بعد وجوه مشترک تاریخی و وجوه مشترک آداب و رسوم و سنت های این مردم و ارتباطات اجتماعی این مردم همه اینا سر جای خودش ماند و هرگز ما مثل مثلا مصری ها عرب زبان نشدیم چرا برای اینکه دیگه نمح... نباید برای این بگم برای اینکه توضیحاتش در برای قبلی دادم ولی تا عواست قرن پنجم تا آخر قرن پنجم و چند سال اول قرن ششم هجری ما یکی از درخشانترین ادوار فرهنگی خودمون رو داشتیم باز اینها رو در جلسه قبل گفتم مشکلاتش هم داشتیم ایباش هم داشتیم که اشاره های کوچکی بهش کردم حالا میخوام برسم به ورود ترکان به ایران و ببینیم که اونها چه لطمات فرهنگی لطمات سیاسی اقتصادی و اجتماعی به ما زدند اونها چه بحران ایجاد کردند که با آمدن عرب اون بحران ها ایجاد نشده بود انصافا خب حالا ما میدونیم که دوران بسیار درخشان و اوج حمایت از فرهنگ فارسی و ایرانی دوره سامانیان بود این یک زل بسیار بسیار مثبت سامانیانه که بعد حکومت های ملی دیگر مثل آل بویه و زیاری ها اینها هم ادعای ایرانیت داشتند تعصب ایرانی داشتند و قدرت هم داشتند و توانستند از مردم صاحب فرهنگ از نویسندگان شاعران محققین دانشمندان حمایت بکنند این حمایت همه جانبه بود هم حمایت مالی بود و هم ایجاد ارتباط مستقیم با این دانشمندان بود من در برنامه قبلی عرض کردم که حتی صاحب ابن عباد جلسات فرهنگی هفتگی تشکیل میداده و 800 نفر نویسنده و شاعر و دانشمند و محقق به تناوب در این جلسات شرکت میکردند امیران آل بویه چون میخواستن از وزرای خودشون عقب نمونن مثل عزد دوره دیلمی او همچنین کرد او هم بسات مفصلی گسترد که حدود هزار نفر از نویسندگان و دانشمندان و شاعران رو حقوق بیداد بهشون حقوق سالانه مستمری سالانه میداد جلسات هفتگی درست کرده بود و در این جلسات اشخاص وادار میکرد که راجع به موضوعات مختلف بحث و تبادل و نظر بکنند خب اینا تمام وسایل کمک به رونق علم و دانش مهیا بود این انقدر این کار اوج میگیره که من برات، براتون باید برات یک مثال بزنم در مقدمه یکی از کتابایی که میترسم اشتباه کنم حالا اسم میبرم نوشته خواندم که در نیشابور بازار رواق ها بود یعنی بازاری بود که جلوی مغازه کتاب میفروختند و پشت مغازه ادی ده پونزد سی تا صد نفر نشسته بودند و زیر نور چراغ می نوشتند. وصف این بازار و اینکه مشتری می اومده با یک اولاغ همراهش و از سر بازار شروع می و خریدن کتاب به انتهای بازار که می رسیده بار اولاغش کامل شده بود از کتاب و می بیرون این یک نکته دیگر هم میگه به ما اون این است که رونق فرهنگی حتما میباید دو جانبه باشه نمیتونه یک نفر مخاطب نداشته باشه ولی دانشمند بزرگی باشه شاعر بزرگی باشه بزرگی این آدم این است که چقدر مخاطب داره چند نفر دارن میخوننش میشنونش در نتیجه توسعه پیدا میکنه فرهنگ حتی ازداد بین مذاهب چون این همه انواع مختلف مذاهب آزاد بودند و تفتیش عقایق به این شکلی که بعدها در جهان به وجود آمد یا در مسیحیت همان زمان وجود داشت در ایران وجود نداشت ما صدها و هزارها کتاب داریم در رد و قبول مذاهب مختلف داخل شیعه یا سنت که اینا کتاب نشدن ر... مثلا در رد تشیع یا در قبول تشیع در رد فلان کس مفصل خب معلومه که این جامعه جامعه فرهنگیه این کسانی که این همه از فرهنگ ملی حمایت می بدیهی است که ایران دوست بودند و دوستدار ایران و ایرانیت بودند به همین دلیل اینها مالیات ها رو متناسب کردند با قدرت مردم در نتیجه رونق اقتصادی به وجود آوردند سیاهانی که رفتند از سمرقند و بخارا گرفته تا نیشابور و توس رو دیدند تعریف نوشتند که امروز در قرن بیسی یکم آدم حسرت اون ایامو رو میخوره که چقدر فراوانی نعمت چقدر قدرت خرید چه چه خب. اینها این دوران درخشانی است که ما داشتیم اما همین سامانیان که اینقدر کمک کردن به توسعه فرهنگی و ایرانیت و زبان فارسی که یکی از حکام کوچی که درجه سیه اینا مشوق و مددکار ابوالقاسم فردوسی بوده حالا دیگه خودتون حساب دستتون بیاد همین آدم ها به خاطر قنیمت ایجاد درآمد جنگ میکردن با کفار یعنی از سیهون به اون طرف قبایل متعدد پر جمعیت ترک بوده و اینها حمله میکردند به اونها به عنوان قذف و توسعه اسلام و شکست میدادند وقتی شکست میدادند اموال اینها رو غارت میکردند اما یک مال دیگری هم در این مناطق از نظر این آقایون سامانیان وجود داشته ب... به نام انسان برده غلام افراد دستگیر میکردند به صف کردند و میوردن به سمرقند و بخارا و اینها رو میفروختند یکی دیگر از حکومت های وابسته به اینها که غزنویان باشه اونها هم چنین میکردند اونها به طرف هند حمله میکردند در نتیجه تمام جاده های آسیای میانه و جاده های همین محل افغانستان فعلی این قزنه این که پایتخت اینها بوده در 62 کیلومتری شهر کابله به طرف هند و شهرهای هندی مملو بوده از جمعیت برده از مرد و زن و اینها رو میوردن به ایران در شهرهای مختلف و میفروختند انقدر بازار فروش برده و غلام و کنیز رایج بوده و آنقدر زیاد بوده که گاهی قیمت از 300 دینار میرسیده به سی دینار این هم داشته باشید اما اینقدر استمرار داشته این کار که ما امروز در میراث فرهنگی که برای اون باقی مونده در کتاب هایی که از این اصر برای اون باقی مونده میبینیم که یک راهنمای مصرف کننده برای قلام نوشته شده به نظرم مرزبان نامه باشه که در اونجا نوشته که یک قلام باید چه مشخصاتی داشته باشه، صورتش، موچ دستش، قدش چه شکلی باشه که این رو بفرستیمش به نظام. بفرستیمش به سر... سربازی، بر... بره تو لشکر. اگر این شکلی بود، این مشخصات رو داشت، این باید بشه غلام درباری. این غلامان زیباروی درباری که کلاه چارپر رو سرشون میذاشتن گرز نقره دستشون میدادن لباس فاخر تنشون می‌کردند که به صف بیستند که شاه از بین اینا رد بشه وقتی شاه رو تخت نشسته دورادور تختش رو از پشت سر این غلامان تشریفات تشریفات شاهی یه گروهش رو هم اونجا میبردن گروه دیگری از اینها رو در بازار میفروختند به مردم شاهزادگان تجار بزرگ ثروتمندان دبیران وزیرها کسانی که استطاعت مالی بیشتر از متوسط داشتند از سه چهار پنج غلام و کنیز داشتند تا پانزده هزار نفر اگر میتونست خرج اینا رو بده می آورد که مثلا ده هزار نفر پشت اسبش راه برند و این فخر بفروشی که من اینقدر غلام دارم خب با زنها هم همین معامله رو کردن در نتیجه قدم اول چیزی که به چشم خوره این است که وارد ادبیات شد تمام شاعران این دوره مثل رودکی فرخی سیستانی نمیدونم اسجدی تمام اینها شعر دارن راجع به کنیزهاشون و غلاماشون رودکی شعری داره که افسوس خورده که چرا دو سه روز پیش اون کنیز زیباروش رو فروخته و حالا تو خونه جاش خالیه حالا اگر آدم بره مثلا سراغ تاریخ ادبیات ما وقت این کار نداریم برای که هدفی دیگری داریم اینا رو جمع کنه خودش میشه یک کتاب تکبیت ها و نمیم شعر که اینها راجع به کنیز و غلام و خودشون گفتند واقعا میشه یک کتاب درست ورود ترکان به ایران و در این حد زیاد بیشترین جایی که محل تمرکزشون میتونسته باشه سپاه بوده ارتش بوده در ارتش باز نظاماتی نوشتند که ترکان دستگیر شده رو که این شرایط بدنی رو دارند و این شرایط هوشی رو دارند ببریم تو ارتش در سال اول این لباس رو تنش بکنیم و این چماغ رو دستش بدیم وقتی خوب آموزش دید در سال دوم شمشیر بش بدیم در سال سوم یه اسب بدون زین در سال چهارم اسب بازین بالاخره تا هفت سال بعد از هفت سال این میشه امیر یک ادهی صد نفر یا هزار نفر یا پنج اما تو این امیران باز اونهایی که زرنگترند سلحشورترند جنگنده ترند مقامات بالاتر میگیرند به تدریج تمام سپه سالاران و مقامات بالای نظامی از ترکان تشکیل شدند چه در سپاه سامانیان چه در سپاه غزنویان اون دولت های ملی دیگه مثل آل بویه و زیاریان برای اینکه بتونن ارتش ایجاد کنن نفرات رو تأمین کنن هم شروع کردن به خریدن همین ترکان یا اجاره کردن این ترکان یعنی بهشون حقوق بدن بیان بیا اینقدر حقوق بگیر بیا برای ما شمشیر بزن ارتشی سپاهی بشو نفوذ این ترکان در ارتشها و سپاه تمام حکومت های ملی آرام آرام نف... تبدیل میشه به نفوذ به مهمترین ارکان تصمیم گیری مملکت در هر نقطه ای چه در ماورا و نهر که سامانیان هستند چه در قسمت های جنوبی ایران که آل بویه هستند و چه در قسمت های شمالی ری و گرگان و حفظ زیاری ها هستند کم کم اختیار دست اونا میفته کارشون به جایی میرسه که شاه عوض میکنند کارشون بالا میگیره این حضور ترکان در سپاه ها این هم به شما عرض بکنم که تعداد بسیار زیادی هم به منباب تعارف به خود خلیفه میدند در نتیجه سپاه مخصوص خلیفه در بغداد هم نفرات شدن ترک و سران سپاه هم همه ترک ببخشید همه ترک اما اولین عنصر ترکی که حالا سه نسل هم در ایران بوده از همین غلامان از همین اسیران جنگی غلام که خریداری می شدند اولین عنصری که به حکومت میرسه در ایران خود همین غزنویان هستن این آلب تکین و سبکتکین اینا برده بودند خرید و فروش می شدند بعد در تحولاتی در لحظات مثبتی یک کار دولتی کاری کاری بهشون داده میشه بخواه یه منطقه کوچیک رو صاحب میشن و بعد در یک حادثه ای که دستگاه در تنگنا قرار گرفته مثلا به خراسان حمله کردن از آقای سلطان محمود میخوان از سبکتکین میخوان که کمک کنه که این یاقی رو از خراسان بیرون کنن اون میاد این کار انجام میده موفق میشه در نتیجه ایالت خراسان رو میدن با آقا آرام آرام اینا نوزش پیدا می کنند و در سرید قدرت قرار می گیرند در ایران که فردوسی داره می بینه و از این حادثه داره می ترسه و افسوسش هم خورده و اون شعر معروف و که رو که همتون می دونید سروده بگذاریم همین غزنویان به دلیل خوش آمد خلیفه چون حالا می که هر کدوم اینا مورد نظر خلیفه باشند پایدارتر حکومتشون قدرتشون بیشتره خلیفه ای که از قدرت افتاده حالا دیگه نمیتونه از همه اینا جزیه و مالیات این حرفا بگیره سارهاست که سامانیان دیگه به خلیفه پولی نمیدند آل بویه که اصلا میخوان وجود نداشته باشه رفتن بغدادم هم گرفتند خودشون به دست خودشون خلیفه رو عوض کردند خلیفه دیگری رو جاش گذاشتند نمیدونم خلیفه کشتن خلیفه کورد همه این کارها رو کردن یعنی قدرت دارن در چنین وضعیتی باز این ترکان هستن این ترکان هستن که در مقابل افواه جامعه برای اینکه سایه دین گسترده شده حالا هیچ چیزی نیست که از زیر سایه دین اندکی بیرون باشه همه تفکرات دینیه بنابراین تایید خلیفه افکار عمومی رو مخالف یا موافق می کرده برای یک کسی از نویان به خصوص سلطان محمود از این نکته نهایت استفاده رو برده و خواسته که تمام دوران سلطنتش کاری بکنه که خوشایند خلیفه باشه بنابراین خلیفه یک مذهب سنی شافعی داره اونم اونجا گرفته نشسته میگه که من سنیم و شافعیم پیرو خلیفه هستم و برای خوشنودی خاطر خلیفه هر چی شیعه است هر چی اسماعیلی است میکشم میکشم حالا تصویر این کشتن ها رو شما در تاریخ بیهقی باید ببینید که یک بار وقتی که خلیفه پیغام میفرسته که حسنک وزیر قرمتیه یعنی اسماعیلی است سلطان محمود میدونسته که که وزیر نیست میگه که به این خلیفه خرف بگید که من در اینجا نشستم در هر سوراخی انگوش میکنم که قرمتی گیر بیارم و آویزان کنم اگر این قرمتی بود تا حالا من آویزانش کرده بودم کشتن غیر از خودی یعنی هر کسی که شافعی سنی شافعی نیست کافره و باید کشت، کشته بشه نابود بشه از سلطان محمود غزنوی شروع میشه آرام آرام اختناق به وجود میاد به این معنی که اشخاصی که اعتقاد مذهبی دیگری دارن باید که دوری بکنند از سلطان محمود و هیته قدرتش گاه می شده که باید فرار بکنن از منطقی در منطقه ای نباشن که مورد حجوم دستگاه آقا قرار نگیرن تفلک همین ابو علی سینا از بخارا بر می گشته و قصد داشته که در گرگان با یکی از این زیاریان ملاقات کنه خبردار میشه که این آدمی که الان حاکم در گرگان این زیاری به شدت از سلطان محمود میترسه و در همه امور از او پیروی میکنه در چه پریز میکنه که از گرگان عبور کنه راجی کش میکنه از طریق دیگری خودشو به اصفهان میرسونه یعنی شروع میشه بنابراین تفتیش عقای اختناق آغاز میشه همین آقایون غزنویان به دلیل اینکه اون نوع ارق ایرانیت رو نداشتند و براشون مطرح نبوده که مردمی که زیر سیطره اینها هستند چگونه زندگی بکنند و فقط باید اینها رو چپاول کرد حکامی میگذرند در شهرهای مختلف که مأموریت اینها فقط چپاول کردن مردم بوده یا آدمی رو به نام سوری میگذرند در نیشابور این تمام مردم رو به ذلت و بدبختی مینشونه و هر سال مقدار بسیار بسیار زیادی شامل 1500 2000 شطور بار کالاهای قیمتی مردم رو که چپاول کرده میفرسه به قزدین، سلطان هم خیلی خوشحاله سلطان هم به این پولا احتیاج داره برای اینکه تنها مالیات پاسخگوی اون ارتش عظیم نیست که راش بندزه 17 بار بره هند به جنگ بعد جواهرات اونها رو بعدی بیاره اون پول میخواد جواهر میخواد برای حفظ این ارتش به مسائل دیگه کار نداره مثل تاهریان که براتون مثال زدم که به مسئله فرهنگ توجه داشتند مدرسه سازی رو بهش توجه داشتند آبیاری و رساندن آب به کشاورز و حمایت از کشاورز اصلا در این مقام ها نبودن غزنویان فقط اسرت و بدبختی ایجاد کردن برای مردم و پول ها رو جمع کردن در انبار درگاه دربار خودشون این نارضایتی از طرف مردم از یک سو از یک سو ترکان دیگری که در به در به دنبال مرتع میگردند و میخوان که مثل بقیه ترکا اما به صورت غلام وارد ایران بشند و گله هاشون رو ول بدن تو مراتع ایرانی خورد خورد از همین قبیله سلجوق میان در شمال خراسان نامه می نویسن از سلطان اجازه میخوان که ما یک گوشه ای اینجا این رو بچرونیم سلطان محمود هم چون ترک نجاده و اینها هم ترک هستند موافقت بکنه یک بار اطرافیان سلطان محمود روش میگن که این پنجاه هزار نفری رو که تو اجازه دادی بیان به خراسان اینا بعدن اسباب دردسر خودت خواهند شد سلطان محمود میفهمه مطلب رو در نتیجه یه نامه ای می میفرسته برای حاکم اصفهان میگه که این گروه که میان اونجا اینا رو همه رو بکش به اینها میگه شما برید به طرف اصفهان اونجا آب فراوان هست امکان زندگی هست تشویقشون میکنه که برن اینها در راه اصفهان چون همه کارشون هم دزدیه چپاوله راهزنیه در راه اصفهان اون نامه بره رو لختش میکنند و توی کیسه نامه بره نامه سلطان محمودی میبینن که دستور داده که اینا رو همه رو بکش در چه راهشون کش میکنن نمیرن به اصفهان اینا از طریق همدان خودشون میسورن به آذربایجان و حاکم آذربایجان به اینا خوش آمد میگه میگه بیایید اون اونا اینا رو اونجا نگه میداره حالا حاکم آذربایجان هم در موقعیتیه که میدونه سلطان محمود نمیتونه متعرضش بشه از بابت بوده مسافت حال به, آن... به عناوین مختلف میان تا زم... زمان سلطان مسعود که کار اوج پیدا میکنه وارد مملکت میشن دهکده ها رو چپاول میکنن رمه های مردم رو میگیرند ارتش و سپاه سلطان مسعود از پس اینا بر نمیاد چندین بار جنگ میکنن با اینا شکست میخورن یه سردار سپاه بزرگش شکست میخوره از این چند نفر راهزن از این گروه راهزنان بالاخره جنگ بزرگ سلطان محمود و اینها در میگیره و استبداد سلطان مسعود یک دندگی سلطان مسعود و ندانم کاریهاش سبب میشه که در این جنگ همه چیزش از دست بده در جبهه دندانقان دندانقان هم یه روستایی بوده که این دو سپاه با همگه اونجا تلاقی میکنند داستانش هم خیلی شیرینه براتون بگم درست وقت میگیره سلطان مسعود روی فیل نشسته بوده فیلبانش متوجه میشه که سلطان قدی تریاک خوردند وقتی تریاک میخورند باید چرتی بزنند در نتیجه فیل رو آهسته میرونه در چه موقعیتی؟ در موقعیتی که سلطان بدترین راه رو انتخاب کرده به خاطر کوتاهیش و سپاه تشنه مونده چهار پایان بدون علوفه و قضا موندند همه سپاه دچار تشنگی و گرسنگی است و هر چیز اینا سریعتر برسن به یه منطقه این که به خودشون رو به آب برسونند مهمتره ولی فیلبان چون دیده که آقای جناب سلطان تریاک میل کردند فیل رو آهسته میرونه و زمانی به دندانقان میرسن که اردوی شاهی رو این سلجوقیان قارت کرده بودن و برده بودن بنه ای برای اینا باقی نمونده بوده اینا میان حتی از چاها آب بکشن بیرون مردم از غله ها سر میکنن بیرون میگن نخورید تمام این چاها رو مسموم کردند با یه برخورد کوچیک با یه تعداد مردم گرسنه و تشنه و ناراضی من جمله این که سوار نظامش هم خودشون چون همه ترکن تسلیم سلجوقه ها میشن و سرسره غزنویان منقرض نمیشه در این جنگ شکست میخورن سلطان مسعودم هم بعدا در حوادث دیگری کشته میشه مربوط به برنامه ما نیست و ایران میفته دست تغرل تغرل سلجوقی برادراش و چند تا فرزندان برادرش وقتی خراسان رو میگیرن جلسه میکنه با اینها به برادراش میگه که مالیات بهتر از دزدیه میگن چرا میگه درآمدش بیشتره نه از نظر اخلاقی فقط درآمدش بیشتره زحمتش کمتره دیگه حجوم ببریم به روستاها نرم گاو رو و گوسفندشون و دریم و حالا کشته بدیم و بکشیم این و هفته که این کارا لازم نیست ما میایم اینجا شاه میشیم حکومت میکنیم و مالیات سالانه از مردم میگیریم با اون مالیات ثروتمند میشیم حرفش هم درست بوده باز هم میدونه که مقبولیتی در مقابل مردم ایران نداره مردم ایران مردمان سفید پوست فارس زبانی اینها آدم های زرد پوست ترک زبانی هن. هیچ جور نمیتونن مردم ایران بپسندن اینا رو بپذیرن اما البته یک فلسفه سیاسی از آغاز اسلام در ایران به وجود آمده بود و این شهریاری ایران زمین یک اوصافی داشت که اون این بود که هر کس به ضرب حشمت به حشمت شمشیر اگر حکومت رو گرفت ما باید از اون تابعیت بکنیم یک پادشاه ظالم بهتر از نبودن پادشاهی برای اینکه مردم خون به پا می کنند. باید یعنی شرایط مملکت که جزئیاتش رو الان من از برنامه اصلیم دور میکنه به شکلی بوده که همه نویسندگان متفکرین تاریخ نویسا بزرگون معتقد بودن که حتی وجود یک شاهل ظالم بهتره از نبودن یک پادشاه که اگر یک قدرت خیلی خیلی مسلط مرکزی وجود نداشته باشه تمام این اهالی این شهرها میفتن به جون همدیگه و همدیگه رو میخوان بکشن و غارت کنند و بیداد به وجود میاد اعتقادشون بر این بوده در نتیجه پایه های تفکر قدرت مطلقه از همین زمان ریخته میشه در سیاست های متعدد پیوسته شاه از تمام گناهان و منحیات مبرا میشه چرا برای اینکه الوهیت داره قدوسیت داره و دیگه لازم نیست کسی که قدوسیت داره و با خودش با خدا در ارتباط نسایه خدا نماینده خداست فرستاده خداست دیگه نماز بخونه یا شراب نخوره یا میگن باید چهار تا زن عقدی داشته باشی نمیدونم حالا این میتونه تا داشته باشه. دیگه اصول دین برای ایشون جایز نیست ایشون چیزیست موافق تمام این قوانین با این تعاریف در ایران استبداد نوع آسیایی ایرانی پخته شده جلو آمدیم و حالا برخورد کردیم با یک نژاد ای که نه ما زبان اونو میدونیم نه او زبان ما رو میدونه آمدن اینجا خراسان رو گرفتن لشکر کشی کردن شهرهای دیگر ایران رو پشت سر همدیگه در یک فاصله کوتاه پنجاه ساله تمام آذربایجان، اران، منطقه قفقاز فعلی، تمام خوزه، همه این مناطقی که امروز ما ایران میشناسیم گرفتند و حکومت‌های شهرهای ایران رو بنا به رسم قبیله خودشون قرعه کشی کردند بین برادرها و برادرزاده وقتم تموم شد روز روزگارتون خوش تا دنباله این صحبت رو در برنامه بعدی برزتون برسونم